رفقا سلام، افزایش دما در فصل تابستان یکی از معضلات و مشکلاتی هستش که بسیار از رانندگان با اون مواجه هستن. توی این ویدیو قراره با هم یه راهکارهای عملی برای پایین آوردن دمای موتور خدمتتون ارائه بدیم که شما خودتون هم بتونید اونا انجام بدید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. در بخش اول میخوام راهکارهای کاربردی که به صورت عمومی شما میتونید اونها را چک کنید و خدمتتون عرض کنم. اولین اون بررسی سلامت رادیاتور خودرو هستش. شما باید رادیاتور خودرو را از نظر گرفتگی خود رادیاتور، از نظر جرم درون رادیاتور، کثیف نبودن یا در واقع جرم نداشتن پره‌های رادیاتور و همچنین هوا نداشتن رادیاتور بررسی کنید. حتما هواگیری رو انجام بدید به صورت منظم و این رو بدونید که در زمان گرفتگی رادیاتور یا سلامت نبودن رادیاتور و گردش آب، دمای آب 10% بالاتر از حالت طبیعی میره و این افزایش دما با تمیز کردن رادیاتور و یا شستشوی درون رادیاتور قابل حل است. دومین راهکار استفاده از ضد یخ مناسب هستش. ببینید ضد یخ باعث پایین اومدن دمای آب میشه و در واقع ضد جوش هم هست. شما باید همیشه 50% ترکیب ضد یخ و آب معطر رو یا آب رادیاتور رو با هم یه ترکیب کنید و درون رادیات داشته باشید. این عامل باعث میشه که دمای آب به نقطه جوش نرسه و در واقع باعث جلوگیری از افزایش دمای ناخواسته میشه. یکی دیگر از راهکارها هواگیری موتور خودرو از نظر مایع خنک کننده است. تمام موتورها که بدون منبع انبساط هستن باید هواگیری صورت بدن که من نمونه‌هایی از در واقع موتورها رو خدمتتون نشون میدم و پیچ‌های هواگیری اونا نشون میدم. شما باید به صورت منظم در هر چند وقت یک بار که احساس کردید هوای داخل موتور هستش یا نه، زمانی که درب رادیاتور باز میکنید احساس میکنید هوا به بیرون منتشر میشه، این قسمت رو پیچ های هواگیری رو باز کنید و هواگیری صورت بدید. یه سری از موتورهایی که معمولا رایج هستش برای بحث هواگیری، من اونها رو نشونتون میدم با هم دیگه ببینید. برای هواگیری موتورهای XU7 در پژو پارس و سمن دو تا پیچ هواگیری، یکی این یکی هم این هستش. خودروی پراید، کویک، ساینا و تیبا هم که نیاز به هواگیر ندارم چون منبع انبساط موجوده و هواگیری به صورت خودکار در یک خودرو صورت میگیره. برای هواگیری موتورهای TU5 هم یک پیچ اینجا هستش و یکی هم برای روی شیلنگ‌های بخاری که البته خب توی موده چون TU5 کلاس از حالا خودروی تارا این پیچ این گوشه قرار داره، ولی خب بعضا روی شیلنگ هم هواگیری در موتورهای F7 هم یک پیچ هواگیری اینجا قرار داره و یک پیچ هم روی شیلنگ های بخاری اون پشت. هواگیری خودروی L90 هم منبع انبساط که میریزید یک پیچی اینجا داره که باید بازش کنید و یک مرواقع پیچی هم زیر این هواکش هستش که من نشونتون میدم. این پیچ هم برای هواگیری باید باز کنید. پیچی که اینجا قرار داره بر روی هولدینگ ترموستات. کار چهارم چک کردن درب رادیاتور هستش. درب رادیاتور اولا باید مناسب با خودروی خودتون یا اون رادیاتور انتخاب بشه. دوما خود درب رادیاتور به دو صورت ممکنه دچار مشکل بشه. یکی فنر اون ممکنه گیرپاش کنه یا در واقع رها بشه که این باعث میشه که وقتی آب جوش میاره یا دما بالا میره این درب رادیاتور هم باعث ورود هوا به سیستم خنک کننده میشه، هم باعث میشه که مقداری از مایع خنک کننده از این درب رادیاتور بیرون بریزه. همچنین درب رادیاتور ممکنه خود درب رادیاتور دچار نشتی بشه و دچار خرابی بشه که این هم عاملیه برای بالا اومدن دمای آب. پس درب رادیاتور رو هم حتما
چک کنید. راهکار دیگه شستشوی رادیاتور و کندانسور کولر هستش. ببینید زمانی که شما رادیاتور رو شستشو میدید و پره های اون رو تمیز میکنید، اون جرم و گرفتگی‌هایی که درون رادیاتور نفوذ کرده باعث میشه که گردش هوا بسیار پایین تر بیاد و عملکرد فن‌ها هم پایین بیاد. این عاملیه که دمای آب بالا بره. بنابراین با شستشوی منظم رادیاتور ماشین، پره های اون و همچنین کندانسور کولر، این جریان هوا رو تسریع میکنید و دما و خنک کردن رادیاتور به راحتی صورت میگیره. اما در بخش دوم راهکارهای فنی تر و تخصصی تر را خدمتتون عرض میکنم. اولین راهکار اون اتصال بدنی قوی هستش. ببینید اتصال بدنی مخصوصا برای فشنگی آب بسیار مهم هستش. اگر اتصال بدن ضعیف باشه، فشنگی آب به درستی، چون قسمت منفی خودش از بدنی رزوه ها میگیره، رزوه خودش فشنگی میگیره و اون هم متصل به موتور هستش، اگر منفی بدنه ضعیف باشه باعث میشه که فشنگی آب، سنسور دمای آب به خوبی کار نکنه، دما رو به درستی نشون نده، باعث عدم کارکرد فن بشه یا باعث کارکرد بیش از حد فن بشه، که این خودش عاملیه که هم باعث عدم نمایش درست آمپر آب میشه و هم باعث میشه که فشار فن ها، فشاری که روی فن ها بیاد باعث خرابی موتور فن بشه، و از طرفی اگر فشنگی آب به صورتی خراب باشه که دمای رو پایین نشون بده و ارسال اطلاعات به ECU برای دمای بالا صورت نگیره، فن ها شروع به کار نکنن و دمای آب بالا بره. پس اتصال بدنه رو حتما در نظر داشته باشید. راهکار دوم اینه که شما ترموستات با درجه آب پایین تر ببندید. ببینید ترموستات روی اون درجه باز شدن اون مشخص شده. وقتی شما درجه پایین تر ترموستات رو انتخاب کنید زودتر باد میشه. البته این نکته یه که باید توجه کنید بهش که نباید بیش از حد دمای ترموستات پایین باشه. در موتورهای مختلف استراتژی‌های مختلفی وجود داره. مثلا در موتور تیو 5 یا موتور یف 7 نباید دمای آب از 83 درجه پایین تر باشه. همچنین در مناطق گرمسیری هم باید توجه کنید که دمای ترموستات متناسب با دمای فن انتخاب بشه. اگر فن خودرو رو دمای کارکرد فن خودرو رو پایین آوردید به اصلی ریمپ، باید ترموستات رو به گونه ای انتخاب کنید که 5 درجه با دمای کارکرد فن اختلاف داشته باشه. یعنی قبل از شروع به کار فن این ترموستات باز بشه. اگر دمای کارکرد فن مثلا 84 درجه باشه، دمای ترموستات باید 5 درجه اختلاف مثلا 79 تا 80 درجه باشه. همچنین یک راهکار دیگه پایین آوردن دمای فن هستش. دمای کارکرد فن را شما وقتی پایین بیارید، فن‌ها زودتر شروع به کار میکنن و این باعث میشه که عملیات تسریع خنک‌کاری تسریع پیدا کنه و دمای آب زودتر پایین بیاد. دقت کنید که نکته‌ای که اشاره کردم رو اینه که دمای ترموسال و دمای فن حتما باید 4 تا 5 درجه اختلاف دمایی داشته باشن و دمای ترموسال بین 4 تا 5 درجه از دمای فن کمتر باشه. راهکار دیگه هم نصب خنک کننده روغن موتور هستش. در برخی موتورها این امکان وجود داره، اما خب هزینه بالاتری داره و ممکنه هم که در برخی موتورهای دیگه این امکان وجود نداشته باشه. در بخش سوم راهکارهایی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به شرایط دمایی بالا هستش. در مورد شرایط گرمایی بالا، تابستون، ترافیک های سنگین. اول اینکه شما در ترافیک های سنگین خود و توقف های طولانی مدت خودرو رو خاموش نکنید. با خاموش کردن خودرو گردش آب از بین میره و این باعث میشه دما به یک بار بالا بیاد. همچنین خودرو اگه خاموش باشه فنها هم کار نمی کنند و همین باعث میشه که دمای آب بالا بره. نکته دیگه این که در سربالایی ها از روشن کردن کولر به صورت مداوم و طولانی مدت خودداری کنید. کولر گرفتن در سربالایی ها باعث افزایش بار موتور میشه و همین عاملیه که دمای آب افزایش پیدا کنه. بنابراین در سربالایی های طولانی سعی کنید از کولر گرفتن جلوگیری کنید. همچنین شما باید عملکرد واتر پمپ رو تست کنید. ببینید واتر پمپ بعد از گردش باعث میشه که آب درون از رادیاتور به سمت موتور گردش پیدا کنه و اگر پرهای اون دچار خرابی باشه این گردش آب صورت نمیگیره. اگر تصنیع اون مشکل داشته باشه این گردش آب صورت نمیگیره. همچنین اگر نشتی واتر پمپ مشاهده کنید همین باعث افزایش دمای آب میشه. پس واتر پمپ رو هم حتما تست کنید.
ضمن اینکه یک راهکار دیگه هم هست که موتور پروانه فن‌های جدیدی اومده که تقویت شده و بهینه هستش و باعث افزایش جریان هوا میشه و به کمک و به خنک شدن موتور کمک بیشتری میکنه. موتور فن را هم حتما تست کنید، چون ممکنه بعضی مواقع موتور فن از نظر در واقع ولتاژ، از نظر سیم پیچ ضعیف شده باشه و همین عاملی باشه که دور فن‌ها اون جوری که باید باشه نیست و مثلا در دور کند پایین تر از حالت عادی پروانه ها بچرخن و همچنین در دور تند مثل دور کند بچرخه. بنابراین موتور فن و اتصالات اون، تغذیه اون رو هم بررسی و چک کنید. و به طور کلی دمای آب موتور باید به صورت عادی کار کنه. اگر یک زمانی دیدید که دمای آب پشت آمپر جور دیگه ایه اما موتور داغ میکنه، بدونید که ممکنه فشنگی آب ایراد داشته باشه. همچنین بعضی مواقع شما یک مسافت کوتاهی که میرید به یک بار دمای آب بالا میره، این یعنی ترموستات جام هستش و بلافاصله این دم افزایش دما، مثلا یک فاصله 200 متری که 300 متری که میرید یک بار دمای آب بالا میاد، این یعنی ترموستات جام شده و حتما باید تعویض بشه. از طرفی واتر پمپ هم اگر پرهای اون دچار مشکل باشه، ممکنه در بعضی مواقع صدایی از سمت تسمه ها بشنوید که شما کمک میکنه که بدونید ممکنه مشکل از واتر پمپ باشه. اتصال بدن هم که تقویت در واقع فشنگی و موتور فن رو صورت میده و همین عاملیه که دمای آب پایین بیاد. خب دوستان، اینم از راهکارهای کاربردی برای کاهش دمای آب موتور که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه، برای دوستانتون هم ارسال کنید. موفق و معید و پیروز باشید.